درود بر شما. من حرفم برای شما بازاری های تهرانه. شمایی که سال 57 به شاهنشاه پشت کردین و اومدین اعتصاب کردین، به حرف چند تا عنصر انگلیسی گوش کردین و اعتصاب کردین و همینطور به خمینی هندیزاده کمک کردین که به ایران بیاد، الان برای چی حرف دل مردم رو گوش نمی کنی؟ می خواهی چیتون رو ثابت کنی که هنوز هم از عناصر اصطلاح انگلیسی هستین یا مثلا عنصر جمهوری اسلامی هستین؟ اینها رو می خواهیم به مردم ثابت کنی؟ شما می خواهیم بگین که یعنی شما مردمی نیستین؟ شما نمی خواهی حرف دل یه ملت رو گوش کنی؟ ببینید، مردم الان مردم سال 57 نیستن. زمانی که انقلاب سال 57 شد، همه چشم و دل سیر بودن. شاه هیچ کس رو گشنه نگه نداشته بود، همه تو امنیت کامل بودن که همچه انقلاب احمقانه ای صورت گرفت که اصل جریانش هم شما بودین که اعتصاب کردین و شاهنشاه احساس کرد که دیگه ایران داره فلج میشه و گذاشت رفت. الان این کسانی که الان جمعیتی که الان هست، اینها دست پرورده خمینی هستن. 43 سال دارن مردم رو زجر میدن و دارن اونجوری که دلشون میخواد تربیت میکنن. اگر جنگ گرسنگان راه بیفته، به شما حاجی بازاری ها هیچ رحمی نخواهد شد. اجناستون که به غارت خواهد رفت و مطمئن باشید خودتون هم تکه تکه خواهید شد. این مردم مردم سال 57 نیستن. این مردم کاری کردن که دیگه براشون هیچی دیگه نمونده. وقتی میگن که نون تو سفره نباشه، ایمان هم میره، اعتقاد هم میره، شرف هم میره، همه جوره آدم دیگه از خودش بیزار میشه. پس بیاید قبل از دیر شدن، قبل از اینکه ایرانمون از بین بره، قبل از اینکه دیگه به جایی برسیم که جانتون رو از دست بدین، مالتون رو از دست بدین، به اعتصابات دامن بزنید. شما وقتی بازار تهران رو تعطیل کنید، مطمئن باشید این آخوندها فلج خواهند شد. کاری نکنید که مردم به جان شما بیفتن و جنگ داخلی صورت بگیره. این کار رو با مردمتون نکنید. یک بار اشتباه بزرگ کردید، اون اشتباه رو دوباره تکرار نکنید. به حرف دل مردمتون گوش کنید. حکومتی نباشین. حکومتی نباشین. بس. از اینجا بلند میشی میری کربلا، از اینجا بلند میشی میری مکه. مورد شور ریخت تو ببره با همون کربلا تو همون مکت. مکه اینجاست، کربلا هم اینجاست، مردم اینجا هستن که باید مورد عبادت قرار بگیرن. اونایی که تو سطل آشغالا دنبال غذا میگردن، مطمئن باشید دیگه رحم به شما نخواهیم کرد. با درود فراوان به ملت شریف و غیور و وطن پرست و دلاور ایران، به تک تکتون درود به شرف و غیرت همتون، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب. هیچ فرقی هم نمیکنه کدوم قش، کدوم زبان و کدوم آداب و رسوم. همه ایرانی هستیم از یک پارچه و زیر پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران جان خواهیم داد در راه وطن. از بنده حقیر گرفته تا تمامی سروران و وطن پرستای عزیز. عزیزان هموطن، به هیچ عنوان زیر بار هیچ زوری نخواهیم رفت. در کنار هم خواهیم ایستاد، چه داخل کشور چه خارج کشور. دست به دست هم خواهیم داد و آزادی، باور کنید، ایمان داشته باشید، اعتماد داشته باشید، آزادی در نیم قدمی ماست، نه حتی یک قدمی، در نیم قدمی ماست. از تمام وسایل ارتباط جمعی که در دست و امکان دارید استفاده کنید، فقط و فقط و فقط برای اطلاع رسانی. حتی اگر شده تلفن بزنید، هزینه ای داشته باشه، این کار رو انجام بدین، این عمل رو انجام بدید و اطلاع رسانی کنید. بستگانتون، اقوامتون، دوستانتون، آشنایانتون و و و در تمامی شهرهای ایران و تمامی استانها، تمامی دهها، حتی دههای کوچکی که شاید 500 نفر جمعیتش باشه. عزیزان، اینها به مرز رسیدن، به مرز نابودی خودشون رسیدن. باور داشته باشید، باور داشته باشید. یک همت، یک غیرت، یک اتحاد و یک شکست ضحاک زمانه. اینو باور داشته باشید.
در اطلاع رسانی کوشا باشید، پشت هم باشیم و امیدوارم که به طول نینجامه و مطمئن باشید پیروزیم، چون حق با ایرانی است. درود به شرف آقای شمیرانی عزیز، فرمانده والا مقام جنبش ملی فدایان ایران. ایشون به گردن بنده حقیر و شخص حقیر خیلی حق دارند. بنده یکی از سربازای ایشون هستم، یکی از سربازان فدایی ایشون هستم، در رکاب ایشون هستم و منتظر اوامر ایشون هستم. راهنمایی های ایشون در زندگی حتی شخصی من، بسا سیاسی و حتی شخصی، خیلی تاثیرگذار بوده. ایشون فرمانده والا مقام و با لیاقت و با شرف ایران هستند. بابک خرمدین دوم ایران هستند. فرمانده، منتظر اوامر شما هستیم. به گوش هستیم، گوش به زنگ هستیم و اطلاع رسانی در درجه اول. فراموش نشه، در هر لحظه اطلاع رسانی در درجه اول. درود به شرف و غیرت تک تک ایرانیان وطن پرست. خدا یار و نگهدارتون. با پیروزی و همت هستیم. سلام خدمت فرمانده شمیرانی عزیزم. من از ملت شریف ایران، به خصوص از شهرهای بزرگ تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز، خواهش میکنیم بیاید کف خیابون، بذارید شهرستونا با دل جرأت بیشتری بیان کف خیابون. اگه شهرهای بزرگ بیان خیابون، شما خواهید دید که شهرستان ها در کمترین زمان به شما خواهند پیوست. ازتون خواهش میکنیم نذارید دی 96 تکرار بشه، نذارید آبان 98 تکرار بشه. ببینید در دی 96 شهرستان های کوچک به پا خواستن، اما تنها موندند و به راحتی سرکوب شدن. بعد وقتی در آبان 98 شهرهای بزرگ برخواستند، دیگه به علت سرکوب شدید شهرستون ها کسی نبود از شما حمایت کنه، کسی باقی نمونده بود. ازتون خواهش میکنیم بیایید کف خیابون، بذارید ماها با دل و جرأت بیشتری بیام خیابون. قربونتون برم، پاینده ایران. از زمینان، از پدر مادرها خواهش میکنیم جووناتون رو تو خیابون تنها نذارید. از معلم ها، از همکارای معلم هم، از همکارای شریف معلم هم، که تا پیروز واسه سنفی، از کارگر ها فرقی نداره، واسه سنفی می اومدیم اعتراض میکردیم. ببینید این مشکل سنفی نیست، به خدا مشکل ایران مشکل سنفی نیست. این رژیم تبهکار و شیطانی و بجز با سرنگونی ایرانی خلاص نمیشه. بیایید برای یک بار هم که شده پرونده این رژیم لعنتی را ببندیم. ازتون خواهش میکنیم شهرهای بزرگ به کمک شهرستون ها بیاید. اون موقع شما خواهید دید در کمترین زمان شهرستان ها به کمک شما خواهند اومد. قربون شما برم، یک ایران سپاس، پاینده ایران. سلام آقای شمیرانی، خسته نباشی. امیدوارم که پیروزی و خواستم یه خورده صحبت کنم با این مردم عزیز. مردم تو رو خدا نترسید، به خدا اینا دیگه مثل سگ میترسن، هراسان. تو خیابان میری میبینی و این سرکوبگرا مثل سگ میلرزن، خیلی استراب دارن، خیلی میترسن. یه خورده همت کنید، کشتیم بلوچستان و کرد و بختیاری رو بگیریم، همه جا بلند بشن، کار اینا تمامه، مطمئن باشید. و اینکه آقای شمیرانی از شاهزاده رضا پهلوی هم بخواهد یه خورده پشت این مردم بیستن، برنامه بذارن، جلسه بذارن، پشت مردم رو خالی نکنن، با
به خدا مردم ایران به شاهزاده رضا پهلوی احتیاج دارن. مطمئن باش، مطمئن باش دیگه اینا کارشون تمامه، آخراشونه. فقط همت مردم، همت کنید، خسته نباشید، خدا قوتتون بدهد. جوانا دیگه هیچی ندارن از دست بدن، نباید بترسن. فقط بیاید خیابان دیگه کار اینا تمامه. انشالله به زودی و زودی سقوط میکند این رژیم فاسد خامنه ای. از طویلت بیا بیرون ببین چه خبر است. یک کار تمامه. این مجتبا پسر الدنگت بگو دیگه نقشه نکش، دیگه کار تمامه. تا کی میخوای تو اون سراسون به نقشه بکشی و به این سپاهی های الدنگ کسافت دستور بدی این کار رو بکنید اون کار رو بکنید؟ دیگه کارتون تمامه. با سلام و درودی دوباره به فرمانده بزرگ و گرامی و تک تک فدایان ایران. روی سخنم با مردم شریف ایرانه، به خصوص مردم تهران. ای مردم، نذارید دیر بشه، نذارید دیر بشه. ما فدایان ایران پای حرفمون هستیم و الکی شعار رو نمیدیم، بلکه اومدیم وسط که عمل بکنیم. از خودتون شروع کنید. این من و تو هستیم که میشیم ما. باور کنید، باور کنید، اگر سکوت کنید کار به جایی میرسه که شما باید واسه یک لیوان آب خوردنم کارت بکشید. به خودتون بیاید، به خودتون بیاید و اتحاد و یکدلی خودتون رو حفظ کنید و به اینا نشون بدیم که ما ضعیف نیستیم، ما ریشتون رو اومدیم از ریشه در بیاریم. درود به تک تک شما، دست تک تک شما عزیزان رو میبوسم و سر تعظیم فرود میارم به دلاور مردان و شیرزنان و غیرتمندانی که اومدن وسط و پای حرفشون هستن و وجدان خودشون اجازه نمیده که سکوت بکنن و الکی شعار بدن. ما نیومدیم که شما شعار بدیم، بلکه اومدیم عمل کنیم، بلکه اومدیم عمل کنیم. مردم تهران بیاین، ما هستیم، تا پای جان هم پاش وایسادیم و خواهیم ایستاد، و خواهیم ایستاد. پاینده ایران، جاوید شاه. سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت فرمانده عزیز جناب شمیرالی و اعضای جنبش فدایان ایران، برادرانم، خواهرانم، هر کجای این سرزمین برای فردایی بهتر تلاش میکنند. جناب شمیرالی عزیز، من پیامی دارم برای تهرانی ها، برای پایتخت نشین ها. نمیدونم صدای من به گوششون میرسه نمیرسه، حالا بذارین تو کانال، شاید یکی گوش کرد و غیرتش جنبید. همون جوری که در جریان هستین، تهرانی ها، پایتخت نشین ها زننده تیر خلاصن. الان که تو خونه هاتون نشستین و پیش خانواده هاتون، این شهرستانی ها زیر رگبار گلوله و مشت لگد این سرکوبگرا دارن داغون میشن. شهرستان ها همه بلند شدن، زن و دختراشون هرچی که در دست دارن از آجر گرفته تا سنگ و چوب وسط خیابونن، هرکی در حد توان خودش داره مبارزه میکنه. نزدیک به 15 میلیون جمعیت داره تهران، نباید 2 میلیونش بیاد تو خیابون از برادرها و خواهرای دیگرش حمایت کنه؟ واقعا متاسفم. حاشا به غیرتتون پایتخت نشین ها. حالا میگن از هم ایراد نگیرین، ولی من میگیرم، میگیرم. از 15 میلیون جمعیت نباید 2 میلیون کف خیابون باشه؟ خبر دارین تو شهرستان چه خبره؟
چقدر جوانای ما رو گرفتن بردن که خدا میدونه بعدا آمارش در میاد، یکی یکی یا جنازه هاشون رو پای صداب باید پیدا کرد یا زیر شکنجه و مشت لگد میمیرن. بعد نشستی تو خونت که چی؟ که فکر میکنی این آتیش به خونه خودت نمیرسه؟ تهرانی با غیرت، اینا خواهرها و برادرای توان، اینا مال سرزمین توان، اینجا خاک تو هم هست. حاشا به غیرتت، بلند شو، بلند شو و کمک بقیه کن. متاسفانه انتظاری که از پایتخت میرفت بیشتر از این حرفا بود. امیدوارم این صدا روشون تأثیر بذاره، به خاطر آینده بچه هاشون هم که شده یه تکونی به خودشون بدن. اینترنت رو ضعیف کردن، امکان ارسال فیلم ها خیلی کمه. فقط در جریان باشین که خیلی شلوغه و هر کی در توان خودش داره تلاش میکنه. هموطن من، تویی که تو خونت نشستی، ما هم مثل تو بچه داریم، همه فرزند دارن. بلند شو، بلند شو، بیا کف خیابون، نشین تو خونت، بیا. کسی انتظار نداره صف اول باشی، اما بیا، بیا تو خیابون. نشستن یعنی سکوت کردن و سکوت یعنی پذیرش این همه ظلم، این همه ستم. اگه یک قدم عقب بکشی 100 قدم دشمن میاد جلو و مطمئن باش به جایی میرسی که توی خصوصی ترین بخش زندگیت هم دخالت میکنند. تکون بده خودتو. فرمانده سپاسگزارم، در رکابتون هستم، فعلا بدرود. درود به ملت شریف ایران. درود میفرستم خدمت فرمانده عزیز، فرمانده سعید شمیرانی. خواستم بگم مردم لطفاً سکوت نکنید، ازتون خواهش میکنم، مخصوصا شهرهای بزرگ ساکت نشینید. بس است، مشکل ما روغن و نون و ماکارونی و از این مسائل نیست. مشکل ما اینه که ما از لحاظ سیاسی کسی رو داریم که ما رو آگاه کرده و میدونیم اگه وایس میفرستیم، اگه حرفی میزنیم از رو معده که حرف نمیزنیم. ما آگاه شدیم، فهمیدیم که یک در درجه اول کشورمون اشغال شده و فهمیدیم که این آخوند و بچه آخوند اینا چه ویروس های کثیفی هم که کشور ما رو اشغال کردن. به فکر ایران و ایرانی نیستن، به فکر کشور ایران نیستن. جغرافیامون در خطره. مشکل ما اینه که جغرافیامون رو میخوان عوض کنن، کشور رو میخوان نابود کنن. میبینی که نصف کشور رو فروختن به روسیه، گاز و کلن مجانی دادن به روسیه، نفتمون روزی 1 میلیون بشکه نفت مجانی میدن به روسیه. بعد خلیج فارسمون هم کلن جارو زدن چینیا. هیچ صدایی از نه هیچ نیروی، نه سپاه، نه ارتش، نه بسیج، هیچ صدایی ازشون در نمیاد، چون که اون مزدور، اون ویروس کثیف خامنه‌ای بهشون دستور داده که اصلا ساکت بمونی، شما فقط مواظب باشی که مردم به خیابون اومدن اینا رو سرکوب کنی. هدف ما اینه، ما بهتون پولم میدیم، یه استخونم میندازیم جلوتون بخورید، به همون قانه باشید، از سرتون هم زیادیه. اینا نمیدونن که سرکوب کردن مردم یعنی چی. چرا؟ چون که واقعا نمیدونم چی بگم، ولی از مردم خواهش میکنم، مردم لطفاً ساکت نشینید، بیاید به خیابون، کشور رو پس بگیریم، به خاطر کشور بجنگیم، به خاطر ایرانمون بجنگیم، به خاطر هویت و تاریخمون بجنگیم. شاهزاده رضا پهلوی رو برگردونیم کشورمون، ایرانمون رو از نو بسازیم با دستای خودمون. تمام قراردادهای کثیفی که این ویروسای کثیف بستن همه رو پاره کنیم، همه رو باید بعد از پسگیری کشور کلی باید بجنگیم با تمام دنیا که این ثروت هایی که 43 سال از کشور خارج شده باید برگردوند. اونم وقت میبره، هنوزم باور کنید همین الان هم دیره اگه از جاتون بلند نشین، چون که هر یک روز برابر با میلیاردها میلیارد دلاره. اگه ساکت بمونین از کشورمون خارج میکنن، میبرن، میدوزن، همه رو دارن غارت میکنن، عتیقه ها هم بردن، هیچی واسمون نذاشتن، هیچی. مشکل یه کاری کردن که مردم فقط به روغن و ماکارونی و نون فکر کنه. بابا مشکل ما این نیست، مشکلی که کشور اشغال شده.
میخوان جغرافیای ایران رو نابود کنن و یه جنگی را بندازن، بعد از اون وقت دیگه با خیال راحت تمام این سلاطین دنیا، سلاطین انرژی و نمیدونم نفت و گاز و خلاصه این بانک ها کلن همش فقط اونا سود میکنن. تنها ما ملت فقیر نگه داشته شده ایم که این حقمونه، از بین میریم، نابود میشیم، بدبخت میشیم، کشورمون نابود میشه، هویتمون، تاریخمون، زبونمون هم احتمالا عوض کنن. پس بجنگیم واسه همه چی، بجنگیم واسه ناموسمون، بجنگیم واسه خاکمون، واسه وطنمون. بیایم به خیابون پدر هرچی آخونده، بچه آخونده در بیاریم. آخه اینا چه میدونن؟ اون علی خامنه‌ای حرومزاده چه میدونه از سیاست؟ چه چیزی میدونه؟ اون هر چیزی که انگلیس واسهش بنویسه، روسیه و چین واسهش بنویسه، همونا رو برقوز میکنه واسه مردم. بلد نیست اصلا حرف بزنه، بلد نیست از مملکت داری. او آخوند چه به کشور داری، آخوند چه به سیاست. اینا فقط باید برن همون قرآنش رو توی گوشه خونه بشینن فقط بخونن، این حرومزاده های بیناموز. اینا همشون مأمورن و معذور، هیچ کدومشون هم ایرانی نیستن. اصلا ایران چه به آخوند؟ آخوندها رو باید همه رو کش. اونایی که بسیج و نیروی انتظامی و سپاه قدس، پاسداران تروریستی، هر کسی از این حکومت حمایت کرد و مردم رو سرکوب کرد، باید بزنی خوار مادرشون رو برارسپید یکی کنی. اینا همشون مزدورن، کسافت های عوضی. شرمنده فرمانده، شرمنده ببخشید حرف بد به زبونم اومد و عذرخواهی میکنم ازتون، ولی به خدا دلم پره فرمانده، خدا شاهده دلم پره. خدا تقصیر ندارم، کشورمون رو نابود کردن، قصد نابودی ایران رو دارن. من وقتی که اینو میشنوم یعنی مخم سوت میکشه فرمانده، اعصابم داغونه. ما ملت ایران شما رو فرمانده خودمون میدونیم، به کوری چشم آخوند و بچه آخوند، به کوری چشم تمام رسانه‌های دنیا. با درود به پیشگاه ملت شریف و قهرمان و دلیر و دلاور و غیرتی ایران، درود به تک تک هموطنان عزیزم، درود به تمامی مبارزان راه آزادی و درود به شرف همتون که در راه آزادی ایران جان بر کف خیابون ها می آیید و باعث سربلندی هممون هستید. هممون، همه باعث سربلندی همه هستند. اونهایی که قلب در گروه وطن دارن، همه، هیچ فرقی نمی کنه. و درود به شرف آقای شمریانی، فرمانده والا مقام جنبش ملی فدایان ایران، و درود به تک تک اعضای جنبش ملی فدایان ایران. عزیزان هموطن، در اوقاتی داریم به سر میبریم و سیر میکنیم که خیلی حساس هستن این اوقات، این وقتها خیلی حساس هستن. هر ساعتی که میگذره، هر دقیقه و ثانیه‌ای که میگذره، باید فرصت را دست داد به خاطر هدفی که در سر داریم و اون هدف در گروه اتحاد و همت خود ما هست. همیشه و همیشه گفتیم و میگیم باید اتحاد داشته باشیم، باید همت خودمون به خرج بدیم، چه داخل و چه خارج کشور، و این بستگی فقط به اراده خودمون داره که بتونیم کشور را دست اشغالگران تازی صفت آزاد کنیم. عزیزان هموطن، دل به گروه این نیروهای انتظامی، چه بسا بهتر بگم افتضاحی، نبندید. نیروهای انتظامی هم بخش بزرگیش از خود سپاه کفتاران و رژیم هستند و سرکرده های همین رژیم کثیف و خیانتکار هستند که سر در آخر همین رژیم دارند و از همین طبیله اسلامی بیرون اومدند و همشون سر تا پای یک کرباس هستند. در خیابان شعار ندید یا شعار ندیم نیروی انتظامی حمایت حمایت، بلکه باید گفت نیروی انتظامی خجالت خجالت. این بی وطنان، این بی هویتان، این کثافت ها، این ویروس ها در خیابون به کوچک و بزرگ رحم نمی کنند. در خیابون واقعا به هیچ کس رحم نمی کنند، به پیر و جوان، به زن و مرد،
به بچه حتی رحم نکردن، به بچه 8 ساله با تفنگ ساچمه شلیک کردن. این حرومزاده ها تنها فقط یک راه مقابلشون هست. ما نمیخواستیم خشونت اعمال کنیم و به خرج بدیم، ولی تنها یک راه در مقابل هست، در مقابل هممون، و از روی جنازه تک تکشون رد شدن. فقط و فقط همین، چه داخل کشور گیرمون بیفتن چه خارج کشور گیرمون بیفتن، از روی جنازه تک تکشون باید رد شد. وگرنه غیر از این باشه از روی جنازه های ما رد میشن، اینو مطمئن باشید. خشونت نمیخواستیم به خرج بدیم، ولی چاره ای نیست. تنها راه مسلح شدن و مبارزه با این اعمال کثافت هست. این تازیان زمانه هستند که در خیابان به پیر و جوان، به کوچک و بزرگ رحم نمی کنند. به هیچ کدومشون نباید رحم کرد، باید از روی جنازهشون رد شد. این تنها راهه، اینو فراموش نکنید عزیزان، اینو فراموش نکنید. باید دست به دست هم بدیم. قیام آغاز شده و میلیونی کف خیابون حاضر بشیم، به خصوص در تهران. عزیزان، تهران قلب این رژیم کثیف هستش و این تیر رو باید به این قلب نشونه رفت. جز این چاره‌ای نداریم عزیزان. هیچ کشور خارجی و هیچ رسانه خارجی هم این قیام رو تا به الان پوشش نداده و نمیده، چون به صرفشون نیست. دل به این مسائل نبندید عزیزان. تنها کسی که میتونه به ما کمک کنه فقط اتحاد و همت و اعتماد به نفس خودمونه. همین و بس. دل به هیچ کس نبندید. نه به دولت خارجی، نه به رئیس جمهوری، نه به حزبی، به هیچ کس. فقط و فقط و فقط خودمون و خودمون. عزیزان، شرمنده از اینکه باز دوباره مزاحم شدم. جناب شمیرانی، از شما هم شرمنده که دوباره وقت رو گرفتم. ولی خب این گفتنی ها هست و قلب ها پر و باید گفته بشه. در این راه هستیم، کوشا هستیم، دست به دست هم میدهیم و به زودی زود مطمئن باشید ایران را آزاد خواهیم کرد، فقط به یک شرط: اتحاد میلیونی بر کف خیابون و تداوم اعتراضات و تظاهرات. خدایا نگهدار تک تک همتون. درود بر فدایان ایران، درود بر سعید شمیرانی، فرمانده بزرگ. من روی سخنم به تهرانی هاست، روی سخنم به بچه های جنوب تهرانه، بچه های سلطان آباد، اوشاخلاری، اسلامشهر، شهریار، پرند، جنوب تهران، امامزاده حسن، گمرک، دروازه غار. چرا بلند نمیشین بچه لاتا؟ چرا بلند نمیشین؟ توی اینستاگرام ارزندام میکنید، اوشاخلاری میکنید، الان موقعشه. چرا بلند نمیشین؟ شما باید بلند بشین، شماها باید تهران رو بتره کنین. جردن و بالا شهر و ونک و اونجا که نباید انتظار داشته باشید. بلند شید، حرکت کنید، به کمک هموطناتون بیاید. ببینید شهرهای دیگه چه قوقاییه. چرا تکون نمیخورید؟ چرا چاقو به کمر نمیبندید؟ چرا قداره رو به کمر نمیبندید؟ چرا ارزندام نمیکنید؟ چرا سکوت کردید؟ به چی دارید نگاه میکنید؟ منتظر کی هستید؟ منتظر چی هستید؟ بچه های فلا، بچه های اتوبان بعثت، دلاورا، چرا تکون نمیخورید؟ مشکل ندارید؟ همتون بیکار نیستید؟ بلند شید، برزید تو خیابون. اگه میترسید، برای گرانی دارید میاید تو خیابون. بهترین موقعیته.
مگه نمیبینی دشمن چی کار میکنه؟ شمشیرش از رو بسته، میگه خفه خون بگیر، حرف نزن، بلند شو. بچه های کرج، بچه های دروازه دولاب، بچه های میدون شهیاد، بچه های آزادگان، بلند شید، حرکت کنید، تماشاگر نباشید. تا کی سکوت؟ چی باید بشه؟ واقعا باید تأسف خورد برای اونایی که صدای منو میشنون و این خیالشون نیست. اونایی که میشنون به بچه ها بگن این صدا رو به گوش همه برسونن، حرکت کنید بچه ها، جوان ها، مادرها، پدرها به شما ها نگاه میکنن، دخترها، نوامیس به شما ها نگاه میکنن، شمایی که بازو کلوف کردی، شمایی که اسم میکنی قدرت داری، الان باید قدرتت خرج بکنی. فرزندان کوروش، فرزندان بابک، فرزندان مازیار، فرزندان ابو مسلم، فرزندان یعقوب لیث صفار، بلند شید. درود و سلام تک تک ایرانیان عزیز، علل خصوص فرمانده محترمون جناب آقای شمرانی. ببینید ایرانیان عزیز، همه با هم بیایید متحد باشیم، این اشغالگران را از کشورمون بیرون کنیم. به خدا قسم، به خدا قسم، اگر هممون متحد نشیم اینا دونه به دونه هممون رو میکشن. پس بیایید به هم دیگه کمک کنیم، هممون بلند شیم، یک صدا شب و روز بیاییم بشینیم وسط خیابون، کف خیابون. چه میشه مثلا 10 روز ما بیاییم بشینیم وسط خیابون با یک نون، نون خالی، نون پنیر، بیاییم بشینیم وسط خیابون، بیاییم شعارم ندیم، همینجوری بشینیم وسط خیابون شب و روز نریم، بگیم آقا این دولت، این حکومت ضد انسانی، ضد ایرانی را ما نمیخواییم. ببینید عزیزان، به خدا قسم هر کسی رو بیاریم، هر کسی رو انتخاب کنیم، بدترین کسی هم که انتخاب کنیم به خدا از اینا بهتر خواهد شد. پس بیایید دست هم دست دهیم این اشغالگران را بیرون کنیم. پاینده ایران، درود بر شمرانی عزیز.